سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. امشب و فردا شب به خاطر بحث نیمه شبان میخوام یک گزارش رو براتون بخونم درباره آخرالزمان و درباره یمن. احساس میکنم که گزارش قابل تأمل و حیرت آوری باشه. اون چیزی که امشب براتون میخونم مقدمه‌ای هست برای گزارش فردا شب. برای اینکه قابل تأمل بودن گزارش امشب رو خدمت شما عرض بکنم، یک سوال رو مطرح میکنم. میدونستید اون زبونی که الان صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی دارن با صحبت میکنن عبری صنعایی هست؟ صنعا اسم پایتخت کشور یمن هست. احتمالاً این رو هم نمیدونستید که یمن و صنعا در یک بازه زمانی حکومت یهودی بوده که در یک نقطه از دنیا حاکم بوده. ماجرا احتمالاً زمانی برای شما عجیبتر میشه که بدونید از نظر خیلی ها اون ارض موعودی که صهیونیست‌ها به دنبالش هستن اصلا فلسطین نیست. اینها به دنبال ارض موعودی هستن که اسمش یمنه. اینها رو گفتم برای اینکه اهمیت شبنامه امشب دستتون بیاد. اگر موافق باشید بدون مقدمه شبنامه امشب رو شروع میکنم. بعد از اینکه صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی مستقر میشن، تلاش بسیار ویژه‌ای در دستور کار قرار میگیره برای اینکه یهودی‌هایی از یمن به سرزمین‌های اشغالی منتقل بشن. دلایل مختلفی برای این قضیه عنوان شده. بعضی‌ها میگن صرفاً هدف این بوده که یک کشوری تحت عنوان کشور یهود شکل بگیره. بعضی‌ها میگن صهیونیست‌هایی که در یمن حضور دارن، به خصوص اون‌هایی که در صنعا هستن، از اصیل‌ترین یهودی‌های دنیا هستن و اینها داشته های تاریخی دارن که اون داشته های تاریخی و مکتوب بسیار بسیار برای صهیونیست های حاضر در سرزمین های اشغالی مهمه. به خاطر همین اینها تلاش کردن که این یهودی ها رو به سرزمین های اشغالی از همون ابتدا منتقل بکنن. این موضوع ممکن هست خیلی توهم آمیز به نظر برسه، برای من هم در ابتدا قابل تأمل به نظر می رسید، اما بررسی ها نشون میده که در سالهای اخیر صهیونیست ها تلاش کردن با کمک عربستان سعودی 17 نفر از یهودی ها رو از یمن خارج بکنن، به نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی منتقل کنن. اونها چی داشتن که منتقلشون کردن؟ این موضوعی هست که امشب بهش اشاره خواهم کرد. فقط اجازه بدید برگردیم به سال‌های گذشته. چیزی حدود 60 سال پیش 50,000 نفر از یهودی‌ها از یمن منتقل میشن به سرزمین‌های اشغالی. زمانی که اینها به فرودگاه تل‌آویو که اون موقع اسم دیگه‌ای داشته وارد میشن، فرزندان اینها به بهانه‌های مختلف از اینها گرفته میشن. برای مثال میگن که می‌خوایم این فرزندان شما رو چکاپ بکنیم، می‌خوایم بررسی ببینن اینها بیماری دارن یا نه، و به بهانه‌های مختلف اینها رو از خانواده‌ها جدا می‌کنن. فرزندان یهودی‌های یمنی زمانی که از خانواده‌شون جدا میشن، اسرائیلی‌ها این رو اعلام می‌کنن که این بچه‌ها دچار کسالت شدن و جانشون رو از دست دادن. و چند تا اتفاق عجیب اینجا می‌افته. یکی از اتفاقا این بوده که جسد این کودکان رو تحویل نمی‌دن. در واقع کودکی که سالم بوده، از خانواده جدا شده، برای چکاپ رفته، بعد اونجا جان خودش رو از دست داده، یک جسدی داره دیگه. این جسد رو در اون بازه زمانی اونها تحویل نمی‌دن. اتفاق دومی که می‌افته این بوده که محل خاک سپاری رو هم به خانواده ها اعلام نمی کنن. و نکته عجیب تر اینجا بوده که حتی برای این کودکانی که از دنیا رفتن گواهی فوت هم صادر نمیشه. به عبارت ساده تر 5,000 کودک یهودی یمنی در اون بازه زمانی به بهانه های مختلف از خانواده های خودشون جدا میشن. خانواده های اینها هم یهودی های بسیار پیگیر بودن. بعد از 60 سال مشخص میشه که سرنوشت این فرزندان چی بوده و چه اتفاقی برای اونها افتاده. اول میخوام یکی دو تا نمونه رو برای شما نقل بکنم. فقط اسمها رو احتمالاً من اشتباه تلفظ میکنم، پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنم. یکی از همین یهودی‌های یمنی در سالهای گذشته به نام شلوم و حتوخا میاد یک افشاگری انجام میده. این افشاگری داستان زندگی یک زن به نام شوشانا بوده که مادر بزرگ این یهودی افشاگر بوده. و ماجرا از این قرار بوده که این زن در سال 1949 از یمن وارد سرزمین‌های اشغالی میشه. اونجا اینها رو وارد اردوگاه مهاجران میکنن. فرزند این شخص رو به بیمارستان منتقل میکنن، بهش وعده میدن که بعد از چکاپ فردا این بچه رو تحویل میدن. و بعد به خانواده این شخص اعلام میکنن که این بچه جان خودش رو از دست داده، نه جنازه بهشون تحویل میدن و نه حتی جنازه رو به اینها نشون میدن. گواهی فوت هم برای این کودک صادر نمیکنن. حدود 40 سال این خانواده ها پیگیر این پرونده بودن تا در سال 2001 رژیم صهیونیستی میپذیره که به طور دقیق تر مستندات این خانواده ها رو مورد بررسی قرار بده. بعد از این پیگیری ها 200,000 صفحه سند از این ماجراها منتشر میشه. در نهایت چیزی که صهیونیست‌ها اعلام میکنن، روزنامه‌های اونها مثل اسرائیل الیوم اون رو مورد اشاره قرار میدن، این بوده که این کودکان از خانواده‌هاشون جدا شدن به چند دلیل. یکی از دلایل این بوده که آزمایش‌های پزشکی روی اینها انجام بشه و به اصطلاح خودمون از اینها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده بشه. یک ماجرایی رو من داخل پرانتز براتون بگم. یک نقطه‌ای در آمریکا هست به نام نومک. صهیونیست‌ها تصمیم می‌گیرن که فعالیت‌های هسته‌ای رو انجام بدن. بعد میان به این جمع بندی میرسن که خب
ببینیم چه کاریه که بخوایم این فعالیت‌ها رو در داخل سرزمین‌های اشغالی انجام بدیم که برامون خطرناک بشه. اینها رو می‌برن در یک نقطه در آمریکا به نام نومک. اونجا اهالی اون روستا رو بدون اینکه بهشون بگن اصلا انرژی هسته‌ای چیه، تشعشعات هسته‌ای و مواد رادیواکتیو چه خطراتی داره، میارن بدون لباس‌های مرسومی که در این مراکز استفاده میشه به کارگیری می‌کنن. این خانواده‌ها که الان پرونده‌هاشون هنوز در آمریکا در جریان و شکایت دارن از صهیونیست‌ها بابت این قضیه، در بعضی از اسنادی که متشکرم به این اشاره کردن که صهیونیست‌ها زمانی که می‌خواستن میزان مواد رادیواکتیو رو بررسی بکنن، ورقه‌هایی از فلز رو به این کارگرها می‌دادن و از اینها می‌خواستن که اینها این ورقه‌ها رو با زبون خودشون لمس بکنن. اینها هم طبیعتاً خطری که اونها رو تهدید می‌کرده نمی‌دونستن دیگه، و همین موجب می‌شد که بیماری‌های بسیار وحشتناک اینها رو درگیر بکنه. این اتفاق عجیب بوده که صهیونیست‌ها بر سر یهودی‌های یمنی هم میارن. من ماجرا رو برای شما خلاصه بکنم. اون چیزی که در نهایت اعلام میشه این بوده که خیلی از این جنازه ها به خانواده تحویل داده نمیشه. علت اصلی همین بوده که اینها اصلا بعضی از اعضای بدن رو نداشتن، قلب رو نداشتن، کلیه رو نداشتن، و اینها چیزهایی بوده که صهیونیست‌ها به اروپا صادر کردن. رژیم صهیونیستی البته در نهایت به خاطر این جنایت مجبور میشه که خسارت هایی رو به یمنی ها پرداخت بکنه در طول همین سالهای اخیر. اما نکته عجیب اینجا هست که اینها یک تمرکز بسیار عجیبی رو هم بر روی یهودی های یمن دارن و هم بر روی سرزمین یمن. گزارشی در بهمن 96 توسط مرکز مطالعاتی و پژوهشی باحث منتشر شده بود. در این گزارش اشاره شده به این که صهیونیست‌ها همین الان کودکان یهودی یمنی رو از کشور یمن به سرزمین های اشغالی منتقل کردن و اونها رو در اون منطقه برای اقدامات جاسوسی آموزش میدن. در بخشی از این گزارش که باحث منتشر کرده اشاره شده به یک اتفاقی که در سپتامبر 2012 در یمن رخ میده. در سپتامبر 2012 شخصی به نام علی عبدالله محسن الحیمی که نام مستعارش ابراهام درعی بوده در یمن بازداشت میشه. این شخص در اعترافات خودش به این اشاره میکنه که وظیفه انتقال کودکان یمنی به سرزمین های اشغالی رو بر عهده داشته، وظیفه جاسوسی برای اسرائیل رو بر عهده داشته. بعد یک نکته بسیار عجیبی که در ایمیل های این شخص پیدا میشه این بوده که این بعضی از مراکز تاریخی یمن رو تصاویر و نقشه هاش رو، مثلا یک بنای باستانی در یمن بوده، تصاویر اینها رو برای مقامات در سرزمین های اشغالی و برای موساد ارسال کرده. این ماجرا میگذره، کمی بعدتر یک اتفاق دیگه میفته و این اتفاق این بوده که خبری در رسانه منتشر میشه تحت این عنوان که صهیونیست ها با کمک سعودی ها از طریق یک بالیت 17 نفر از یهودی های یمن رو از محل زندگی اونها در نزدیکی شهر یمن به یک پایگاه در عربستان سعودی منتقل کردن. اون موقع در رسانه ها به این اشاره میکنن که این 17 نفر از این جهت برای صهیونیست‌ها مهم بودن که اینها نسخه های خطی و دستنویسی رو در اختیار داشتن که بعضی از این نسخه های خطی تورات بوده و عمر اینها به بیش از 600 سال میرسیده. شما الان که اخبار یمن رو دنبال میکنید میشنوید که امارات داره با عربستان در یک جزیره در نزدیکی یمن اقدامات مشترکی رو انجام میده. الان که اخبار یمن رو گوش میدید متوجه میشید که یمنی ها اومدن اسرائیل رو تهدید کردن به حمله موشکی. وقتی اخبار یمن رو گوش میدید متوجه میشید که اسرائیل که اخباری منتشر شده تحت این عنوان که بعضی از جنگنده های سعودی که یمن رو بمبارون کردن اصلا خلبانش سعودی نبوده، خلبان صهیونیست بوده که اومده این اقدام رو انجام داده. ظاهرا در یمن یه چیزی وجود داره که اون برای صهیونیست خیلی مهمه و انگیزه شده برای اینکه اینها بیان در کنار امارات و عربستان قرار بگیرن و در یمن ایفای نقش بکنن. حالا اگر موافق باشید بریم تاریخی بررسی بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده که اینها اینقدر ماجرای یمن براشون مهمه. سیاری از تاریخ‌شناس‌ها بر اساس شواهد تاریخی بر این باور هستن که اون اورشلیمی که تورات اومده بهش اشاره کرده همین صنعایی هست که در یمن قرار داره و الان دست یاران همسو با ایران هست. کتاب‌هایی در این خصوص نوشته شده. بعضی‌ها اومدن اثبات کردن که این سرزمین موعودی که در تورات بهش اشاره شده یمن هست نه فلسطین. من وارد جزئیات نمی‌خوام بشم ولی بعضی از کارشناسا که اومدن دقیقین رو بررسی کردن اومدن توضیح دادن که تورات به خصوص نسخه‌های عبریش از واژه قدس چطور استفاده کرده. بعد اومدن به این رسیدن که قدس همونطور که نام یک نقطه در فلسطین هست نام یک کوه در یمن هم هست. در همین خصوص یکی از پژوهشگران لبنانی کتابی رو نوشته تحت عنوان یمن و پیامبران تورات، آیا ماشی‌ها به صنعا سفر کرده است؟ بعد اومده در کتاب خودش توضیحاتی رو داده. برای مثال گفته که کلمه صهیون در تورات تحت عنوان صهیون به کار میره و این اشاره داره به شهری به همین نام که در نزدیکی یکی از استان‌های بزرگ یمن واقع شده. در نهایت به این نکته رسیده که دولت یمن 115 سال قبل از میلاد یک دولت کاملا یهودی بوده. بعد گفته که در این دولت شخصی وجود داشته به نام یوسف آزار که یکی از معروف‌ترین یهودی
یهودی هایی بوده که یک هولوکاستی رو در یمن رقم میزنه تحت عنوان هولوکاست اخدود که در آن هزاران مسیحی جان خودشون رو از دست میدن. به یک نکته دقت بکنید، در تاریخ ایران شما وقتی بررسی میکنید همین ادعا وجود داره که یک شخص یهودی اومده چند هزار ایرانی رو به قتل رسونده. این ماجرا چه راست باشه چه دروغ باشه، الان یهودی ها هر سال دارن این رو جشن میگیرن. شما تاریخ یمن رو هم که بررسی میکنید اینها دوباره اونجا چند هزار یمنی رو به قتل رسوندن، مثل همین اتفاقی که ایران رخ داده. جالبه این قوم در هر کجای تاریخ که بودن یک هولوکاست رو رقم زدن، اما در نهایت اینها کسانی هستن که هم هولوکاستی که علیه ایرانی ها رقم زدن رو جشن میگیرن و هم مدعی هستن که یک هولوکاست واقعی در اروپا علیه اونها رخ داده. این مسائلی که درباره یهودی ها، درباره حضورشون در یمن و درباره تاکید صهیونیست ها به اینکه یمن هم یکی از نقاطی هست که برای اونها مهمه رو گوشه ذهنتون داشته باشین و بیایید به اتفاقاتی که امروز در یمن داره رخ میده. خیلی ها در اتفاقات امروز یمن سعودی ها رو میبینن، اماراتی ها رو پشت قضیه میبینن، آمریکایی ها رو میبینن، ولی جالب اینجاست که شما وقتی تاریخی بررسی میکنید میبینید از سالهای قبلش صهیونیست ها اومدن اینجا کار اطلاعاتی انجام دادن. حالا اگر بخوایم برگردیم به سال 2013، شخصی در یمن بازداشت میشه. این شخص در شرکت نفت یمن کار میکرده، اسم این شخص حامد کمال بن حیدر بوده و فکر میکنید آیین این شخص چی بوده؟ یهودی بوده، مسیحی بوده؟ خیر، این شخص بهایی بوده. اونجا اقداماتی رو انجام میداده برای جاسوسی از نیروهای نزدیک به ایران در یمن. دقت کنید چی شد؟ جاسوسی میکرده برای اینکه نیروهای نزدیک به ایران در یمن رو شناسایی بکنه. وقتی ماجرای یمن رو با دقت بررسی میکنیم اینو خیلی سوال برانگیزه. سال 2015 روزنامه‌نگار صهیونیستی روزنامه معارف میاد یک گزارش کار میکنه. در این گزارش به این اشاره میکنه که در یمن یک گروهی وجود دارن. این دقیقاً همون سالی که سوری‌ها تازه حمله میکنن به یمن. این در یمن یک گروهی وجود دارن. اینها به لحاظ فکری شبیه به ایرانی‌ها هستن و با توجه به اینکه ایرانی‌ها دشمن اسرائیل هستن میتونیم فرض بگیریم که اینها هم از این جهت که تحت نفوذ ایران هستن پس اینا هم دشمن اسرائیلن و به نوعی میاد به این اشاره میکنه که باید با این گروه جنگید و این گروه رو از بین برد. این گروه 6 سال پیش زمانی که سعودی‌ها حمله میکنن به یمن به اعتراف خودشون و به گفته خیلی‌ها با سنگ با سعودی‌ها میجنگیدن، امروز موشک‌ها و پرتاب شونده‌هایی دارند که حیرت آور هست برای سعودی‌ها و هیچ سامانه پدافندی توان مقابله با اونها رو نداره. حالا اینها چرا اینقدر برای صهیونیست‌ها مهم هستن و یمن چرا اینقدر نگران کننده است؟ یمن در آخر زمان قرار هست چه کاری رو انجام بده که اینقدر نگران کننده است؟ من همه این مقدمه ها رو براتون گفتم و احساس میکنم که نکات جدیدی هم در مطالب شب بوده. تلاش میکنم فردا شب این موضوع رو برای شما جمع‌بندی بکنم و یمن رو از زاویه نگاه آخر زمانی با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. دوستان عزیز، پیام ها و کامنت های شما رو در صریح نیوز در قالب یک ویدیو پخش میکنیم، بهش پاسخ میدیم. حتما اگر براتون این پیام ها مهم هست صریح نیوز رو ببینید. منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.